سلام، خوش اومدید به نوبت شما. مقامات افغانستان امروز از وقوع یک حمله انتحاری و درگیری در یک دفتر کمیسیون انتخابات در منطقه دارالامان کابل و یک حمله مسلحانه در شهر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان خبر دادند. هفته گذشته هم 9 نفر در حمله مسلحانه به هتل سرینا در همسایگی ارگ ریاست جمهوری کشته شدند. حدود 2 هفته پیش گروه طالبان در اعلامیه هشدار داده بودند که انتخابات پیشرو را مختل می‌کنند و از مردم خواستند توی انتخابات شرکت نکنند. اما از طرف دیگه هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که اعلامیه‌های طالبان بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و نشون میده که اونا از برگزاری انتخابات میترسن. آقای صدیقی اطمینان داده که نیروهای امنیتی از همه امکانات خودشون برای تأمین امنیت انتخابات استفاده کنن و از مردم خواسته که بدون ترس در انتخابات شرکت کنن. من مریم زهدی هستم و امروز نظر شما رو درباره تأثیر و دلیل حمله ها و درگیری های اخیر میپرسم. شما امنیت برگزاری انتخابات پیشرو رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما چطور میشه امنیت برگزاری انتخابات رو بیشتر کرد؟ آیا فکر میکنید طالبان بتونن در برگزاری انتخابات اختلال ایجاد کنن؟ یا فکر میکنید اونطور که وزارت داخله میگه بیانیه‌های اونها جنبه تبلیغاتی داره؟ مثل همیشه برای شرکت توی این برنامه چند راه دارید. میتونید نظرتون رو با ایمیل با ما در میون بگذارید، میتونید با وبکم به برنامه ما بیاید یا با تلفن و اس ام اس. شماره تلفن های ما رو روی صفحات تلویزیونتون میبینید، منم براتون میخونم. 2044-27-76-577 2044-27-76-578 تلفن های اس ام اس گیر ما 2044-77-86-20-11-27 و 2044-77-86-200-548. برای ایمیل زدن هم به این آدرس ایمیل بزنید: shoma@bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر هم میتونید همین بحث رو دنبال بکنید. @bbc شما شناسه ماست در توییتر. همکارم صنم دولتشاهی در این برنامه هم همراه ماست و اینجاست تا نظرات و پیام های شما رو در اینترنت دنبال کنه. خودش بیشتر توضیح میده. صنم سلام. حملات انتحاری اخیر بسیاری از مردم افغانستان رو متاثر کرده و البته بعضیا رو هم نگران امنیت انتخابات کرده. در طول برنامه نگاهی خواهم داشت به واکنش ها درباره این مسئله در شبکه های اجتماعی و البته منتظر پیام های شما هم هستم تا بخونم. ایمیل، اس ام اس، توییتر و فیسبوک همه راه هایی هستن که از طریقشون میتونید نظرتون رو به بحث امروز اضافه کنید. اما قبل از همه اینو بریم پیش مریم و تلفن های شما. مرسی سلام. بلا فاصله میریم سراغ خطای تلفن. قادر رو از کابل روی خط 1 داریم و فرید رو از کابل روی خط 2. قادر، به نظر تو حمله هایی از این دست که امروز اتفاق افتاد و اون که هفته پیش اتفاق افتاد در روند برگزاری انتخابات یا مشارکت مردم چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ مردم خامه ها تأثیر منفی داره برای روحی مردم، بخاطر اینکه مردم میترسن. مردم وقتی میتونن بگن که وقتی طالبان قادر از برای مثال حمله کنه بالای خانه هتل کابل سرینا، امنیتش به شدت تامین میشد و طالبان قادر از مثال بالای کمیسیون انتخابات در شهر کابل که در جوار خانه اشرف غنی احمدزاده یکی از کاندیدای مطرح افغانستان است حمله کنه، خب میتونه حتما بر سایت های انتخاباتی حمله کنه و این مردم واقعا متاثر میشه و مردم شاید به تردید بنا در انتخابات شرکت کنن یا نکنن. همین امروز در مورد این حمله هایی که اتفاق افتاد دور و بر چه چیزایی شنیدی از مردم؟ چیا میگفتن؟ خب من خودم همین روز شاهد یک از این حمله ها بودم، چون من در وزارت انکشاف دیات کار میکنم و حوالی زور بود، حدود 15 دقیقه به 12 زور مانده بود که این فجار شدید دفترم کار ما را تکان داد. 2 دقیقه یا 3 دقیقه دیگه پیش نشده بود که فشار بومی دفتر ما را تکان داد. بعدم دیدن که دود همراه با آتش از نزدیک خانه اشرف غنی احمدزاده که در جوار کمیسیون انتخابات است از اینجا بلند شد. ما در ابتدا فکر کردیم که شاید حمله بالای خانه اشرف غنی احمدزاده باشد، پس هم متوجه شدیم دیدیم که حمله بالای کمیسیون انتخابات است و این واقعا یک چندین وزارتخانه که در اون مسیر مردم ترسیده بودن، مسئولین امنیتی تمام کارمندان داخل دفترشان قید کردن، گفتن شما اجازه ندارن بیرون برین. این عملات واقعا مردم رو میترسن. مردم قادر به نظر منظورشون هدفشون از این حمله ها چیه؟ خب من واضح است که هدف از اینا ایست که فرم مثال مردم رو به وحشت در بین مردم ایجاد کنه تا مردم نتونه به انتخابات شرکت کنه یا مردم در انتخابات شرکت نکنه. هدف از اینا ایجاد رو به وحشت است تا دولت رو ناکام نشان بتن و نتونه مردم در انتخابات شرکت کنه. ممنونم، متشکرم. فرید قادر میگه که این حمله ها به این دلیل انجام میشه که مردم رو از مشارکت باز بداره در انتخابات. به نظر تو تأثیری داره؟ مردم واقعا با این حمله ها میترسن و شرکت نمی کنن؟ ما هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های شما و خدمت شما و باید بگویم که
جنگ افغانستان یک جنگ نامنظم است، یک جنگ نامتعارف. به این خاطر ما فکر میکنم پیش از اینکه این مورد از این طالب ها یک گروه هستند که شکست خوردن، تنها طالبانی بلکه مخالفین مسلح دولت خلاصه به طالب ها نمیشه، گروه های مختلف است و عوامل زیادی است که جنگ افغانستان را میسازه. به این خاطر ما فکر میکنم این جنگ سه هدف داره که بدون شک این جنگ خسارت مالی و جانی بر مردم میرسانه و در پالی از این بزرگترین هدف ای عملات صدمه زدن بر روان عمومی جامعه افغانستان است، بخاطر از اینکه طالبا از این حملات زیاد منفعت نمیبره، از لحاظ مالی و جانی بسیار زیاد هم نمیتونن بر مردم خسارت برسانن مثل جنگ های منظم. اما هدف اصلیشان این است به نظر من که اونا میخواین روان و روح مردم صدمه وارد بکنن و در یک قد امی تفکر عمومی یا مردم وضعیت روانی عمومی مردم صدمه وارد بکنن که میتونه حکومت ضعیف نشان بده و طالبان قدرتمند جلوه بده و بافتاب بسیار قوی و گسترده داشته باشه. همین که میتونه در موقعیت های بسیار اساسی پایتخت افغانستان مثلا در هتل کابل سینما قسمی که دوست ما گفت یا در جای مختلف دیگه عملیات بکنه، این نشان میده که دولت افغانستان بسیار ضعیف است و یک نوع فاصله ایجاد میکنه بین دولت افغانستان و مردم و باورمندی مردم نسبت به انتخابات هم کم میکنه. به این خاطر است که سطح اشتراک مردم در انتخابات هم بدون شک بسیار زیاد ضربه خواهد زد، برای اینکه مردم دیگه اعتماد نداره که دولت توانایی تامین امنیتشان را در سایده انتخاباتی خواهد داشت. خب قادر، تو شرایط موجود، تو این شرایطی که وجود داره، به نظرت مردم باید چه کنن؟ دولت چی کار میتونه بکنه که امنیت رو بیشتر بکنه؟ اصلا دو مورد است، یکی که مردم باید چی بکنه و دولت چی باید بکنه. بدون شک که روان عمومی مردم ضربه میخوره و وقتی که روان عمومی مردم ضربه خورد، شما بخواین یا نخواین علاقمندی مردم به شرکت به انتخابات کم میشه، بخاطر اینکه اونها اعتراض دارن. مسئله دومی که دولت چی کار باید بکنه. شما ببینید در 11 سال گذشته دولت باید سر چند مورد کار میکرد، به خاطر شکلی که جنگ نامنظم است و جنگ چریکی است دولت باید سه مورد مد نظر میگیره. به نظر من در قسمت اول باید استخبارات افغانستان بسیار زیاد تقویت میشد تا اینکه بتواند پیش از اینکه این فدایا یا به نظر خودشان این تروریستا به هدف برسه پیش از این خونسا میشد و جلو وضعیت گرفته میشد. در قسمت دوم دولت باید نقاط بارزی که دارن، مثلا قسمت های بسیار مضبوط هم در قسمت امنیت در دولت وجود داره، باید اینا را زیادتر جلوه بتن و زیادتر منعکس بسازن برای اینکه از آن عمومی مردم یک شکل تقویت کرده باشند و طالبا را ضعیف نشان داده باشند. و مسئله سوم که به نظر من هست، من فکر میکنم که دولت چیزای لازم و امکانات لازم را که باید کارهای لازم را که باید انجام میداد تا هنوز انجام نداده. به نظر من زیاد تعداد اردو و پلیس در قسمت مهار ساختن این جنگ ها زیاد مفید نیست که دولت زیادتر تمرکز بالای تعداد اردو و پلیس کرده. متشکرم، ممنونم از تو فرید. با قادر از کابل اجازه بدید خداحافظی بکنم، جاش رو بدم به راشد از بدخشان. راشد، طالبان قبلا در اعلامیه‌ای گفته بودن که مختل میکنن روند انتخابات رو به این دلیل که معتقدن این انتخابات دستیسه به گفته اونها آمریکایی هاست و میخوان شخص دیگه ای رو جایگزین یه شخص دیگه ای که مورد نظرشون بوده بکنن. نظر شما این صحبت هایی که کردن چیه؟ نخست از همه سلام به مجانی برنامه نوبت شما، به همه کارمندان تلویزیون بی بی سی و به تمام بینندگان این برنامه قشنگتان. بهتر از همه میخوام که از تصویری از جایی که ما در اوجا زندگی میکنم به شما برنامه استفاده دارم. بله بفرمایید. حالا که من فعلا در جایی که حضور دارم از نمایی طرف نام روشانی از دولت اینجا وجود نداره و اینجا این شهرستان جرام با استثنای چند ساختمان دیگر بقیه زیر کنترل طالبان میباشد. از این رو در اینجا نام نشانی از کمپین انتخاباتی نیست و در آینده نیز انتخاباتی در این مناطق وجود نخواهند داشت. نیروهای دولتی از چند روز بعدو به طرف شهرستان جرم با استای خودشان به نام پاکسازی مناطق نیروهای بزرگی را به اطراف گسیل ساختند. امروز نیز چاشت امروز بود که حملاتی در دره پرغامنج شهرستان جرم از طرف نیروهای دولت صورت گرفت که منجر به علاقات سه نفر دولتی گردید و نیروهای دولتی به کلی از مناطق عقب رانده شدند. درست؟ بله.
اینجا دولت از حمایت مردمی بکلی برخوردار نیستند، بلکه این طالبان هستند که مردم محلی آنها را حمایت میکنه، با آنها غذا و جا و پناه میکنه. یعنی فکر میکنی چرا طالبان حالا حد اهدافشون از این حمله هایی که انجام میدن چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ خود واضح و آشکار است. این نظامی که زیر سایه غرب و تانک های امریکا و داخل تانک های امریکا آمدن اشغال کردن افغانستان، حتما اصل عملی در برابرشان است. هر کسی که از این نظام دفاع میکنه، در این نظام شرکت دارن، اونها هدف جایز و شرعی طالبان هستن. اما ما تحصیل کنه یک تعداد مردم های ملکی که قربانی میشوند، این جای بسیار تحصیل است و هدف هم اونها نیستن، به همه ملت یه آشکار است. خب به نظرت چطور میشه امنیت رو بالاتر برد که این اتفاقات نیفته؟ در مورد مشارکت مردم در انتخابات با این وضعیت چی فکر میکنی؟ خب درست اینجا جایی که مردم دگی دارن طالبان وجود داره و ما هم از طالبان حمایت میکنیم. ما از این محلی هستیم، از اون که طالبان میگن مطابق قانون شریعت اسلامی. انتخابات در اسلام وجود نداره. این انتخابات توفه و ارمغان غرب دموکراسی. ما اینا وکلی نمیپذیریم ما مسلمان ها. اصلا انتخابات در دین وجود نداره. بجز یک گروهی به نام اعلی حق از جمله مسلمان ها انتخاب میشن در میان مسلمان ها و اون سن که رئیس و امیر مسلمان ها را انتخاب میکنن. این چه قسم انتخاباتی باشه که رأی یک احمق با رأی یک عاقل، رأی یک دیوانه با رأی یک نفر هوشیار، رأی یک مسلمان با رأی یک یهودی یک هندو برابری کنه؟ اجازه بده راشد با ما بمون، همچنان به تو برمیگردیم. با فرید از کابل خدافظی میکنم، جاش رو میدم به محمد هاشم از هرات. محمد هاشم، صحبت های راشد رو شنیدی، نظرت چی راجع به صحبتاش؟ با سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما. طبیعی است که دشمن های افغانستان با درک اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات به هر چیزی متوسل میشن که انتخابات را مقرر کنند تا اینکه مردم کمتر به انتخابات شرکت کنند، چون رأی بالای مردم به معنای این است که یک دولت قوی با پایگاه‌های قوی مردمی تشکیل میشود. این یک مطلب. راشد اصلا معتقده که در انتخابات حمایت نمیکنه از شرکت توی این انتخابات، میگه نباید شرکت کرد و میگه در اسلام انتخابات نداریم. شما چی میگی؟ مادی چالش عمده انتخابات افغانستان مواجه که یک چالش برجسته شده بحث امنیت هست و متاسفانه یک چالش دیگه که کسی توجه نداره دلسردی مردم هست از انتخابات که تا به حال انجام شده. کسایی که تا به حال انتخاب شدن و در انتخابات شرکت کردن بیشتر تمرکز اونها روی مسائل قوم‌پروری، ثروت‌اندوزی و منافع گروهی بوده تا خدمت به مردم و منافع ملی. و مشکل دوم که باعث دلسردی مردم شده، علت دومی است که تمام کسایی که فعلا کاندید شدن طی 14 سال یا 13 سال به نوع از آنها در دولت شریک بودن، در این باز شعار میدن اما مشکلاتی که وجود داره شعار میدن ما این مشکلات را حل میکنیم. خب پس تو معتقدی که باید مشارکت کرد در انتخابات؟ اجازه بده برگردیم به راشد که صحبتای تو رو شنیده. راشد، صحبتای محمد هاشم رو شنیدی و میگه لازمه که مشارکت بکنیم با همین وضعیت و اجازه ندیم که امنیت به خطر بیفته. چه پاسخی داری بهش بدی؟ بله، کاش تو برادر محترم و یا یکی از خبرنگارای شما اینجا حضور داشته باشند. در این مناطق که ما زندگی میکنیم، ما علاوه از اینجا دیگه جا نمیدونیم چی گفت. اینجا اگر از هر کسی، از بیشترین افراد شما بپرسیم که آیا در انتخاباتی 16 همه شما شرکت میکنین، جوابشان خواهد بود که ما در انتخابات گذشته که شرکت کردیم چی بعد از آوردیم؟ خب اجازه بده همین سوال از بیننده های دیگه همون بکنیم. اجازه بدید با محمد هاشم از هرات خدافظی بکنم، جاش رو به فرهاد از قندوز بدم. فرهاد، راشد میگه در انتخابات گذشته که شرکت کردید، آیا راضی بودید؟ چی به دست آوردید؟ پاسخش رو بده. به نام خدا، سلام به شما و بیننده ها، شنونده های برنامه شما. دیدگاه ما در مورد نظریات راشد خان یک که اگر ما بگیم که انتخابات جنبه دینی نداره، در اسلام انتخابات نیست، این کاملا غلط است. معلومات دینیشان فکر کنم ضعیف هستن آقای راشد. و دومی که اگر ما نظر طالبانی را قبول کنیم، سوال ما از آقای راشدی است که آیا کشتن اطفال، کشتن مردم های بیگناه، ریختن خون انسان های بیگناه
در اسلام وجود داره که همین سوال رو همینجا نگه دار، همین سوال رو از راشد بکنیم. راشد، سوال فرهاد رو شنیدی، پاسخ چیه؟ بله بله، قطع میدم حرفای آقای فرهاد را. باید از آمریکایی ها و از نظام کرزی هم پرسان شود که در میرای آروسی ها اطفال ما، زنهای ما مورد بمباردمان اونها قرار میگیرند. آیا از اونها پرسان کرده؟ فرهاد پاسخ راشد رو به دستو داره سوال میکنه. من به انسان، به عنوان یک انسان، ریختن یک چک خون هر انسان قبول ندارم و هر کسی که خون هر انسان می ریزانه حملات وحشیانه است و حملات حرکت انسانی نیست. من مخالف قتل، مخالف کشتن انسان ها و مخالف ریختن خون مردم بی‌گناه هستم، چی امریکایی باشد، چی غرب باشد، چی پاکستانی باشد، چی طالب باشد، هر کسی که باشد، هر کسی که باشد قاتل است از دیدگاه اسلام. کسی که کسی را به ناحق میکشه قاتل است، کسی که تجاوز به حریم شخصی کسی میکنه مجرم است. ما در دین اسلام، دین شفاف است، یک دین واضح است، یک دین برادری و برابری است. در دین اسلام خشونت وجود نداره، قتل وجود نداره، کشتن وجود نداره، خصوصا قتل کودکان، قتل بزرگ اطفال. حالا فرهاد، نظرت در مورد، یعنی فکر میکنی که این حمله هایی که انجام شده و این خشونت ها چه تأثیری بر روند برگزاری انتخابات و مشارکت مردم داره؟ تأثیرات زیادی داره، چرا که ما در اوائل اگر برنامه های دولت رو تعقیب کنیم، برنامه های دولت از چند ماه پیشش متاثر کننده و مایوس کننده بود برای مردم و برای نیروهای امنیتی. قسمی که ما میبینیم همه کسایی که از زندان بگرام آزاد شدن خود از یک تهدید برای انتخابات بود و مردم از همونجا مایوس ساخته بود که شاید ناامنی بیشتر شود، با برآمدن از یا با آزاد شدن از یا شاید ناامنی بیشتر شود. که قسمی میبینیم امروز حملاتی در کابل، حملاتی در کنروه، حملاتی در قندوز که در نقاط مختلف افغانستان این هفته حملات زیادی بود. این حملات بدون شک تاثیرات زیادی را بالای روند انتخابات داره که مردم مایوس کننده بود برای مردم افغانستان و خصوصا خود من احساس امروز داشتم که در مرکز افغانستان کابل که اینچنین حملات رخ میده، که در جایی که در او جاده امروز رئیس جمهور به جاده رفته بود که تدابیر شدید امنیتی در اونجا وجود داشت، در اونجا که توریستا و حراس افکن ها موفق میشن که به اونجا حمله کنن، آیا شما فکر کنین که بعد در یک ولسوالی چطور میتونه یک انتخابات برگزار شه و در ولایت چطور میتونه انتخابات برگزار شه؟ پس به نظرت مایوس کننده است. متشکرم ازت. با راشد از بدخشان خداحافظی میکنم و با فرهاد از قندوز به همچنین. بریم سراغ صنم که ببینیم برامون چی آماده کرد. خب مریم، این خبر این حملات انتحاری، حالا چه اون هتل سرینا در کابل و چه حملات امروز، کلا اینها، این اتفاقا که میفته، مردم، یه بخشی از مردم رو خیلی نگران مسئله امنیت کرده به هر حال. و یک چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم این بوده که یکم هم بیشتر تازگی‌ها انگار در منعکس میشه تو شبکه‌های اجتماعی، شاید به خاطر اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر شدن. به هر حال مشخصا خبر امروز رو بعضی از در توییتر من دیدم ربطش دادن به امنیت انتخابات، گفتن مثلا این باب رید، فکر کنم روزنامه نگار، میگه که دو تا حمله مهم امروز صورت گرفته تو افغانستان در آستانه انتخابات افغانستان، یا مثلا پرویز افغان توییت کرده که این روزها این وضعیت امنیتی خیلی بحرانه و خیلی از مردم دچار مشکل شدن، امیدوارم که انتخابات امنی داشته باشیم. این توییت دیگه هم میگه که مردم ساکنین افغانستان نگرانی های نسبت به امنیت انتخابات دارن. خلاصه یه ذره این نگرانی ها انگار داره زیادتر میشه. این خبر مشخصا انفجار امروز رو لحظه به لحظه خبرنگارهای مختلف داشتن توی فیسبوکاشون حتی منعکس میکردن. مختار پدرام داشت همینجور مرتب این خبرها رو تا معلوم بشه که چی بوده و اینها میذاشته و توی کامنتاش من میدیدم که چند نفر یکم نگران بودن، که یا اینکه مثلا گفته بودن که این صحنه سازی مثلا
دولت کرزای برای اینکه انتخابات رو برگزار نکنه، یکم تئوری‌های توطئه اینجوری، یا اینکه بعضیا گفته بودن مثلا کار طالبان نگرانی از امنیت انتخابات، باز توی کامنت‌هاش بود. خبرگزاری هم همینطور هدلایناشون رو می‌دیدین، ایندیپندنت مثلا که بحثایی رو میگه دیگه، حالا که مثلا ناتو میخواد بره از افغانستان، این خط تهدیدهای خشونت آمیز الان انتخابات افغانستان رو تهدید میکنه. اما از اینا که بگذاریم، من فقط یه چیزی بگم، این حملاتی که اخیرا شده مخصوصا تو کابل، چون یه جایی که ظاهرا باید امن‌تر باشه به نسبت، ولی الان این چند تا حمله اخیری که شده یکم این احساس ناامنی رو بیشتر کرده. رامین انوری روزنامه‌نگار توی فیسبوکش با اشاره به این حملات نوشته که این روزا یاد اون موقع میافتم که خودم دوران جنگ مدرسه میرفتم و بعضی وقتا به خاطر این خطرات ما نمیتونستیم بریم مدرسه. الان بعضی وقتا یا دخترم یا بچه‌مو نمیفرستم مدرسه، یا اگرم که بهانه به بهانه‌ای نمیفرستمش، یا وقتی که مجبور میشم بفرستمش همینجوری تمام روزم رو در ترس هستم که سلامت بیاد. و میگه که کشور ما انگار نسل هاست که در رنج داره غرق میشه. و این بحث این که این ناامنیه یکم احساسش حالا آمده به مناطق امن کابل هم یکم رسیده. اما به هر حال گفتم احساس میکنم که واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده. در این چند تا حمله آخر من دیدم که خیلی از شهروندان کابل، هرات، جاهای مختلف دیگه خودشون میان تو خیابونا تجمع میکنن، اعلام بیزاری از طالبان میکنن. به هر حال هر کس بگه این حملات کار کی بوده، دولت بگه پاکستان یا غیره، مردم همه اینا رو از چشم طالبان میبینن. اکثریت مردم من دیدم خیلی کمپین های اینترنتی میذارن، تجمع میکنن. عکسای تجمع های هرات و کابل ما نشون دادیم. امروز توی در جای دیگه ای من دیدم توی که بلخ و غیرم حتی آمدن و اعتراض کردن. به نظر میاد که خیلی دارن دیگه جدی میگیرن مردم این حملات طالبان رو و اعتراضاتی از این شکل میکنن. قبل از اینکه ادامه بدی اجازه بده من همینجا به شنونده های رادیو هم خوش آمد بگم که به ما پیوستن. داریم در مورد تامین امنیت انتخابات افغانستان که هول و هوش 11 روز دیگه برگزار میشه، 10-11 روز دیگه صحبت میکنیم. اگر شما هم علاقه من که نظرتون رو تو این برنامه مطرح بکنید، تا نیم ساعت دیگه فرصت دارید با ما تماس بگیرید. ادامه بدسن. آره، من فقط یکی دو سه تا از این عکسای این تجمع رو مثلا نشون بدم. طالب دشمن ماست، ما دشمن طالبیم، رئیس کل قوا با ما یا با طالبا، ما انتخاب نکردیم تا به عقب برگردیم و حامیان طالبان بدتر از طالبا. اینا مجموعه عکسایی هستش که تیتر حالا زده پرویز کاواب سردبیر روزنامه 8 صبح، تیتر این آلبوم جنبش شهروندی در برابر طالبان بیدار می شود. به هر حال این بحث ها وجود داره، اما یکم عقبتر اگه نگاه بکنیم این مسئله امنیت انتخابات، من تو وبلاگ ها نگاه کردم، این در وبلاگ جاغوری این مطلب رو اگه بیام پایین ببینم نسیم جعفری نوشته اگه اشتباه نکنم، این بحث این که به هر حال امنیت یکی از بزرگترین چالش‌های این انتخابات خواهد بود. مطالب زیادی من در این زمینه دیدم و خیلی‌ها مطرح می‌کنن که طالبان برای اینکه بخواد قدرت خودش رو نشون بده از این فرصت استفاده می‌کنه. می‌دونید تو انتخابات موقعیت خوبیه و تا نیروهای خارجی می‌خوام برن بیرون که قدرت خودش رو نشون بده. به هر حال خیلی این مسئله داره مطرح میشه که چقدر مهمه. توی سایت باستاب، سایتیه که داره شبکه‌های اجتماعی رو مانیتور می‌کنه، مطالب شهروند خبرنگاری در رابطه با انتخابات میذارم، همین جوری مرتب داره این حملات انتحاری و ناامنی های شهرهای مختلف رو پوشش میده. اینجوری نیست که فقط کابل رو بگه، یا مثلا این یکی رو که چند وقت پیش نوشته بوده راجب ننگرهار بوده، طالبان مسلح بالای یک حوزه امنیتی در ننگرهار حمله کردن، دیروزش میگه تو غزنه شماری رو با خودش بردن، چند روز پیش در فاریاب، میگم فقط محدود به کابل نیست، و میگه که از سوی هم قرار ما شاهد انتخابات باشیم تا مردم بدون ترس و هراس رای بدن. ولی میگه این نویسنده سلطان حیدری میگه با این وضعیت انتظاری نمیره که ما شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای
باشیم. از هم اکنون باید دید که گروه طالبان چه فجایع دیگه‌ای رو تا روز انتخابات خلق خواهد کرد. اما لزوماً این نظر همه همچین نظری رو ندارن. مینا رضایی دوباره توی همین سایت باستاب باز به این حملات و غیره و ذالک اشاره کرده، ولی میگه امسال افغانستان بهار سال جدید با تغییرات بنیادین آغاز میکنه. هراس‌هایی هم موجوده که در قسمت امنیت مشکلاتی به وجود بیاد. اخیراً هم شاهدیم که تو کابل و ولایات دیگه افزایش یافته این عدم امنیت، ولی اما باز هم گفته مردم آمادگی دارن که در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای برن و سرنوشت آینده خودشون رو تعیین کنند. این نمونه‌ای بود از این نظرات که الان نمونه‌هاشو گفتم. الان ما داریم در فیسبوک و توییتر بی بی سی هم مشابهشو دریافت می‌کنیم در طول برنامه. حالا مرسی از گزارش خوبت، ممنون. دوباره بهت برمیگردیم سنم که نظرات مردم رو برامون بخونی. اسمت الله رو از غزنی روی خط 1 داریم و سلیم رو از کابل روی خط 2. اسمت الله، الان صحبتایی که سنم میکرد اشاره میکرد به یه سری وبلاگ‌ها یا مطالبی که نوشته، سایتایی که نوشته شده در این سایت در اینترنت، یه عده نگرانی دارن از اینکه مشارکت مردم به خاطر این ناامنی‌هایی که اخیراً اتفاق افتاده کم بشه در انتخابات. تو هم نگران هستی یا نه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و تمام شنوندگان گرامی. خب بنظر من رویدادهای اخیر از آغازین سال 1393، خصوصا حمله بر هتل کابل فرنا و حمله امروزی به دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات که جان افراد ملکی و نظامی افغانستان را گرفتند، نتایج و کوشش های استخبارات همسایه ها به خصوص پاکستان را در این زمینه دخیل می دانیم. کروند انتخابات سال پیشرو را به چالش. البته اسمت الله، پاکستان اعلام کرده که اینطور نبوده و گفته که از برگزاری انتخابات آرام در افغانستان حمایت میکنه. خب یکی از دلایل دیگر که قابل ذکر میدانم مسئله پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا میباشد که آقای کرزی بفهماند که امنیت کابل به خصوص نزدیک ارگ ریاست جمهوری کابل، نامی هتل کابل فرنا هست، گرفتن نمیتونه چطور امنیت تمام افغانستان را بگیری. این دلیل دیگه ای که امنیت ها در افغانستان وجود داره است. اما به عقیده من مردم افغانستان که سالها جنگ و انزجار را کشیده هم هیچگاه چنین اعمال آنها از روند یک پروسه ملی باز نخواهد داشت و با اراده قوی و قاطعیت به پای صندوق رای می روند و زعیم آیندهشان را انتخاب خواهند کرد. پس به نظرت مشارکت خواهد بود و مردم شرکت میکنند؟ ممنون از تو اسمت الله. سلیم، تو نظرت راجع به مشارکت مردم چیه؟ این اتفاقات تأثیری روی مشارکت مردم در انتخابات خواهد داشت یا نه؟ ببینید، من کاملا با کسانی که تا بالا صحبت کردن مخالف هستم. اونا یا آگاهی سیاسی ندارن یا آشروی میکنن. امروز به همگی ما معلوم است که افغانستان کشوری است که تجاوز شده از طرف امریکا و یک دولت پوشالی که در چندین سال اینجا حاکمیت کرد بر کلگی معلوم است. این انتخابات اول اگر ما ببینیم کسانی که کاندید کردن تمام اونا هستن که 30 سال گذشته در شرایط بسیار وخیمی که در افغانستان بر کل این مردم جنگایی که اینجا صورت گرفت همه دست داشتن، همه قاتلین ملت هستن و هیچ یک انسان که واقعا افغان باشه و این درد داشته بوده باشه هیچ وقت نمیتونه که به اینا مثلا به حیث یک شخصی که خدا کاندید کرده باشه بره به اونا رای بده. یک طرف قضیه، طرف دومی که به نظر من انتخابات در کشوری که حاکمیت ملی در اونجا وجود نداشته باشه اگه انتخابات دروغین است، به خاطر که میگن یک من بسیار مشهور است که میگن رای دادن مهم نیست، کسانی که رای میشمرند این مهم است. وقتی که ما میریم اگر بریم به فرضاً رای هم بتیم، وقتی که رای به دست خود از اونا باشه خامخواد اونا به هر خواسته که داشته باشه میره به نفع خود استفاده میکنن. خب تو خود شرکت میکنی توی انتخابات؟ مشارکت خواهی کرد؟ نه خیلی، من اگر چی سنم از 20 سال بالا است من در انتخابات گذشته هم شرکت نکردم و در انتخابات این دفعه هم نکار. خب اگر فکر میکنی که این انتخابات فایده ای نداره اونطور که اشاره کردی، به نظر چی کار باید کرد؟ راهکار دیگه ای اگر داری بگو چیه؟ خب برای فعلا این مشکل است که ما بگوییم راهکار جدیدی ما مطرح بکنیم، اما هستن
احزاب سیاسی و احزاب آزادی خواهانه در افغانستان هستند که اگر شرایط برازمان مساعد شده و ما بتانیم دولت متشکل از افراد دموکرات و افرادی که واکن بخواهیم برای ملت زحمت و بکشن و کار بکنن تشکیل بتیم، میتونیم از امید به فردای خوب و آزاد داشته باشیم. اما در شرایط فعلی خب من نمیشه بگویم که باید فرد با اگزم کوچک رو میتونیم برد، اما نه هیچ وقت به امید نباید از دست داد. ما با اینجا امیدوار هستیم و روز یا شرایط خواهد رسید که ما بتونیم از افغانستان آزاد دموکرات بدون یعنی شرایط امروزی. مرسی، ممنونم ازت. اجازه بده با اسمت الله از غزنه خدافظی بکنم، جاش رو بدم به سهیلا از هرات. سهیلا، صحبت‌های سلیم رو اگر شنیدی، اگر نظری داری در موردش بگو. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین بیننده‌های تلویزیون فارسی بی بی سی. من معتقد به این هستم که نظریه‌ای که آقا سلیم دادن غلط است. به چی دلیل؟ به دلیل اینکه اون اول گفتن من به انتخابات سال آینده چیزی نمی‌رسه، چی شرکت نمی‌کنم، یعنی هیچ امیدی ندارم. وقتی که تو سر خود اعتماد نداری، پس هم امیدی هم نباید داشت. ما همین الان یک افغانستان دموکرات داریم، نیازی نداریم تا اینکه تا وقتی افغانستان از امنیت کامل برخوردار هست. منتها هست، مبارزه هست، ما مبارزه میکنیم. پیش این طالب هایی که الان دارن با ما میجنگن سرخم نمیکنیم، چون قدرت من از اون ما شکست دادیم و اونم نشونه است برای ما، اونم استقلال ما با روسیه. خب اجازه بده ببینیم پیش سلیم، ببینیم نظرش در مورد صحبت های تو چیه. دوباره بهت برمیگردیم. سلیم، صحبت های سهیلا رو شنیدی، نظری اگه داری بگو که بشنویم. بله، خیلی خلاص میخواستم بگم که منظور ما شرکت در انتخابات دو دلیل داشت. یکی که چون کشور ما کشور مستمر است، کشور است که از طرف چندین کشور دیگر در رأس امریکا تحت تجاوز قرار گرفته، به این خاطر اگر کمی آگاهی سیاسی داشته باشند خانم سهیلا، میفهمند که در همچه کشور انتخابات معنی ندارد. دوم دیگر، اگر خانم سهیلا به تمام کاندیدایی که خود کاندید کردن یک بار نظر بیندازند و ببینند که این اشخاصی که خود کاندید کردن کیها هستند، اون وقت اینا پی میبرند که اینا نو افراد هستند که دیروز به این ملت خیانت کردند، خون مردم ریختند، 30 سال مکمل در این ملت در افغانستان جنگ بود، خلاصه تمام خیانت اینا مرتکب شدند. امروز با کدام روی و با کدام همت اینا من خود کاندید میکنند؟ مرسی، ممنون. بذار برگردیم به سهیلا، پاسخش رو بشنویم. سهیلا، بله من شنیدم که چی گفتم. من میدونم که افغانستان مستقل است، اما امروز که حرف مستقل در میانی، یعنی افغانستان کاملا میخوان از زیر تحت حمایت کشورهای خارج بشه، امروز که ما میخوایم خود ما اهمیت خودمون رو بگیریم، خودمون میخوایم مستقل بشیم، پس چرا فایل صندوق های ایران، پس چرا خود ما آینده مون رو تضمین نکنیم؟ این کسانی که شما گفتید خونشان به ملت آغشته هست، یعنی دستشان به خون ملت آلوده هست، من منکر نمیشم. کسانی هم هستن که اینا درد ما را میفهمند، واقعا برای ما زحمت بکشیدند، منتها میخواهیم بدانیم که این 12 سال که ما تحمل کردیم، بعد از این کسی که آمده این میخواد برای ما خدمت کنه، میخواد افغانستان را نجات بده، ببینیم کیها هستند. هستن که تانه شما خوب مطالعه بکنیم که این شخصیت ها کیا هستن. من با عقیده شما مخالف نیستم که ایشین دست اینو در خون مردم افغانستان آلوده نیست، هستن ایشان، اما منطقه کسانی هم هستن که واقعا پاکن، واقعا میخوان خدمت کنن، افغانستان نجات بدن. امروز ما به خاطر اینکه افغانستان به چی هست، ما نمیتونیم عقب نشینی بکنیم، یعنی نمیتونیم رویمون رو ضعیف بکنیم به خاطر اینها. ممنونم، مرسی. با سهیلا از هرات خدافظی میکنم و با سلیم از کابل بریم یه تعداد از نظرات شما رو بشنویم از زبان سلام. خب اول برم من به توییتر نوبت شما، صحبت‌های راشد از بدخشانی که ما داشتیم توییت می‌کردیم چند تا واکنش داشته. اون تیکه حرفش که راشد گفته بود تو دین اسلام انتخابات وجود نداره، پیمان بهش جواب داده گفته این حرفا چیه برادر، همه خلفای راشدین توسط شورایی که منتخب مردم و قبایل بودن انتخاب شدن، اتفاقا اولین انتخاب رئیس کشور از زمان خلیفه اول بوده. یک بخش دیگه صحبتش راشد باز گفته بوده که علت این اتفاقایی که افتاده، این کشته ها و حملات، و بعد از نیروهای آمریکایی پرسید. سید شهرام جواب داده به مردم، گفته مردم به پای صندوق های رای بروید و رای بدید تا دیگران به جای شما تصمیم نگیرن، از جمله مثلا آمریکایی ها فرزند. یک صحبت دیگه هم جاوید گفته در روز انتخابات تصمیم خواهم گرفت که رای بدم یا ندهم، چون امنیت و اوضاع فعلی افغانستان مخصوصا زمان انتخابات اصلا
قابل پیش بینی نیستش. بلاش هم گفته امنیت انتخابات بستگی به همکاری مردم داره و باید نیروهای امنیتی دلسوزانه و جدی کارنمایی. یکی دیگه هم بخونم، غفران گفته طالبان نمیتونه با چنین حملاتی مانع از انتخابات بشه، افغان‌ها رأی خواهند داد و رئیس دولت کشور را انتخاب خواهند کرد و چنین خواهد شد. برگردیم سه ممنونم سنم. یحیی از کابل روی خط یک ماست و جمعه خان از هرات روی خط دوی ماست. همین نظر آخری که از غفران الان سنم خوند، میگفتش که همچین ناامنی هایی نمیتونه باعث بشه مشارکت مردم کم بشه در انتخابات. تو با این نظر موافق هستی یا مخالف؟ بله. صدای منو میشنوی؟ بله، با من. بله، با شما هستم. به نظر شما این اتفاقات اخیر چه تأثیری روی مشارکت مردم در انتخابات داره؟ تأثیر خودش رو میذاره. این که ما هیچ شکی نداریم که مردم افغانستان واقعا دیگه خسته شدن، زله شدن. دیگه نمیتونن برای بار دوم یک ریسک بزرگ کنن. به خاطر از اینکه مردم اینا بسیار سردرگم ساختن. از مردم معلوم نیست که از کی میخوان. من میخواستم میره براتون بگم ببخشید چند سوالتون کم به فاصله گرفته باشم، ولی من میخواستم میره براتون یک تذکر بتون به خاطر از اینکه مردم افغانستان مدنی غیر انتخابات دیده که هر روز اینا دارن بر خودشان کمپاین میکنن و تبلیغاتشان رو میکنن. واقعا من نشناختم یک، یعنی بخواهیم به کدام از اینا رای بتون. اگر اینا در زمان خودش وزیر بودن اینا نتونستن کدام کاری بکنن که به نفع مردم افغانستان باشه. اگر رهبر جهادی هستن خب هم همچنان. اینا به نظر شخصی من کدام دستاورد ندارن که مردم افغانستان به اینا دل گرم داشته باشن. رهبر است، رهبری هست که برای قوم خودش رهبر بوده، وزیر بوده برای جیب خودش وزیر بوده. یعنی من شخصا به شخص خودم نفر خودم رو پیدا نکردم که من بخوام برم با اونا رای بدم. خب پس تو کاندیدای مورد نظر خودت رو بین این افراد پیدا نکردی، ولی یحیی در کابل زندگی میکنی، جایی که این حمله امروز اتفاق افتاده. میخوام بدونم که اطرافت چی دیدی، مردم نظرشون چیه در مورد انتخابات، چی میگن بعد از اینکه این اتفاق افتاده، یا ناامید هستن یا نه فکر میکنن باید شرکت کرد؟ خب مردم هم میگه نظرهای مختلف دارن. بعضی ها دوست دارن برن انتخابات شرکت کنن، ولی بعضی ها که دوستای من هستن ما باهاشون گفتگویی که دارم میگن نه ما بریم رای بدیم با خیانت از اونا ما شریک شیم. متشکرم، ممنونم ازت یحیی. جمعه خان از هرات، تو فکر میکنی که دولت برای بیشتر کردن امنیت در افغانستان به خصوص برای انتخابات چه کارهایی میتونه انجام بده؟ سلام خدمت شما، بیننده عزیز شما. دولت، من اولا میخوایم بگم که همین انتحاری هایی که داخل شهرهای بزرگ افغانستان میای انتحاری میکنه، دست به کشتار مردم بیگناه افغانستان میزنه، اینا همهش برمیگرده به آیس های پاکستان و به نیروهای امریکایی که در خود افغانستان هستند. طالبا هیچ کاره نیستن. طالبا اگه هستم امریکا نمیخواهی که طالبا از افغانستان گم شود. این تاریه اینا همه از با پاکستان تربیه میشه، سر از اینا کار میشه توسط پاکستان، توسط امریکایا، کسانی که در پالوی امریکایا در افغانستان کار میکنه، توسط موترهای از اونا، جایی که اینا میه این تاری میکنه مشخص، اینا همش میه اونجا تا میشه اونجا این تاری میکنه، مردم های بیگناه ما رو به قتل عام میکنه، مردم ما رو به مرگ به مرگ میرسانه. دولت پاکستان غلام القبه گوش امریکاست. ممنونم ازت، متشکرم. فکر میکنی که کار طالبان نیست. با یحیی از کابل خداحافظی میکنم، جاش رو به شریف از فاریاب میدم. شریف، فاریاب از اون جاهاییه که مراکز غیر فعال داره، یعنی گفتن که غیر فعال کردن بعضی از مراکز انتخاباتی رو در اون منطقه به دلیل امنیتی. مردم اونجا معمولا چی میگن، چی فکر میکنن، در مشارکت میکنن در انتخابات با این وضعیت یا نه؟ به نام خدا، ما در منطقه زندگی میکنیم که مردم این محل زیر پرچم امارت اسلامی، به نام امارت اسلامی زندگی میکنن. این طالب ها از چندی بر این سو به صورت گسترده رخ نکده و دولت از راندن این طالب ها از این محل بیخی عاجز ماندن. اینجا افکار عامه طالب ها طوری تغییر داده که هیچ امیدی برای برگزار شدن انتخابات وجود نداره و
از هان مردم طور ایجاب میتونه که انتخابات اصلا برگزار نشه. شما خودت مشارکت میکنی در انتخابات؟ ببینین، من بعید میدانم که بتانم در انتخابات در همه سایتایی که در خود محل ما اشتراک کرده بتانم. اینجا طالبان حکم روایی میکنن و ما از دولت هیچ نام و نشانی به این محل نداریم. خب انتظار داری که دولت چی کار بکنه برای شما در اون منطقه؟ ببینین، گفت سر امنیت آمد، امنیت بعد رو بود تخصیل میشه. خب یکی بود خارجی، یکی بود داخلی. در بود خارجی عملات گسترده مثل عملات امروزی و انتحاری و انفجار اینا که از طریق سازمان های استخباراتی امزای ها ترتیب و تنظیم میشه، سلام گذاری میشه. ولی ناامنی های داخلی که است، من فکر میکنم به نحوه دولت و تیم حاکمی که فعلا در رأس قدرت هستن، اینا هم نیز دخیل هستن در این ناامنی هایی که در منطقه جریان داره. به خاطر چی؟ به خاطر چی لخالت دارن؟ اینا به نحوه میخوایند همون مناطقی که نفر مورد حمایتشان، همون کاندید مورد حمایتشان رای برده نمیتانه و مردم آن محل به کسی دیگه میخواهند که رای بدن، امنیت اونجا ها را مختل کنند. ولی نظر مردم ما، فکر مردم ما در این منطقه بسیار مخشوش شده و فکر نمی کنم که اصلا در اینجا به نام سایت رایدهی وجود داشته باشه. مرسی، ممنونم. نظرات مختلف رو شنیدیم با شریف از فاریاب و جمعه خان از هرات. خداحافظی میکنم، بریم سراغ نظرات شما با سنم. عتیق برای ما ایمیل زده، گفته از بدخشان، ولسوالی راقستان، یکی از دورترین ولسوالی های دوردست این ولایت هم، و گفته که این حملات کابل و مخصوصا این خبرنگاره که کشته شده سردار احمد و غیره، میگه مردم رو ناامید کرده و خودش هم میگه هیچ امیدی از انتخابات ندارم و صلح از کشورمون بیرون شده، دیگه صلح در افغانستان وجود نداره. اما علی اکبر برای ما در فیسبوک پیام گذاشته، گفته اگه نیروهای امنیتی ضد طالبان اقدام کنن، انتخابات افغانستان به خوبی صورت میگیره. فریدون پیغام گذاشته، گفته کرد اگه در روز انتخابات مرز پاکستان بسته بشه، امنیت انتخابات تامین میشه. حسین از هرات پیام گذاشته، گفته که درسته که طالبان فکر کردن این که طالبان تنها مخالف برگزاری این انتخابات اشتباهه، چون اگه اینجور فکر کنیم اون وقت یادمون میره که کشورهای مثل پاکستان و ایران هم میگه نمیخوان که انتخابات تو این کشور برگزار شه، و اگه توجه به اونها هم نکنیم اون وقت اونا میتونن با خیال راحت بر هم بزنن انتخابات رو. و جاوید هم گفته که طالبان قدرت نداره که روند انتخابات رو مختل کنه یا در روز انتخابات کاری رو بکنه. مردم باید یه کاری بکنن که رأی بدن اون روز، و میگه نمیتونه طالبان مشروعیت انتخابات رو به خطر بندازه. میگه البته ممکنه حملات بیشتر بشه، ولی دولت باید امنیت کمیسیون‌های انتخاباتی سراسر کشور رو جدی‌تر بگیره. برمیگردیم پیش تلفن‌های شما. مرسی سنم. سوسن از هرات روی خط یک ماست و محمد جمعه از هلمند روی خط دوی ما. سوسن، به نظرت این اتفاقاتی که افتاد و این حمله ها هفته پیش امروز تأثیر روی مشارکت مردم در انتخابات افغانستان داره یا نه؟ من فکر میکنم که خیلی زیاد میتونه تاثیر داشته باشه و باعث از این میشه که دیگه مردم انگیزه برای رفتن به پای صندوق های رای دهی نداشته باشن، و با توجه به سیاست دوگانه ای که در این اواخر رئیس جمهور کشور آقای کرزی اختیار کرده و یک ارتباط نزدیکی با طالبان گرفته، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و همین حالی هم بیشتری از مردم بیانگیزه هستن نسبت به اینکه برن در انتخابات شرکت کنند و برای رئیس جمهور آینده کشور خود رای بدن. و در مورد میزان مشارکت مردم و به خصوص چیزی که خیلی اهمیت داره در انتخابات و در شفافیت از اون میتونه خیلی سهیم باشه، موضوع امنیته. مسلما زمانی که امنیت وجود نداشته باشه، انتخابات هم به گونه شفاف برگزار نمیشه و مردم هم با توجه به بگراندی که خود کسایی که خود کاندیدا کردن در ریاست جمهوری، آگاهی که دارن در ارتباط به رفتار اونها، شاید انگیزه کمتری داشته باشن در رفتن به پای صندوق های رای دهی. متشکرم. محمد جمعه، سوسن میگه انگیزه خیلی از بین رفته، ولی تو پیام هایی که سنم میخوند یه عده دیگه هم بودن که میگفتن باید مشارکت کرد علارغم این ناامنی ها. به نظر تو دولت چی کار باید بکنه برای اینکه امنیت رو بالا ببره، به ویژه امنیت انتخابات رو؟ سلام.
مردم افغانستان، ببینید مردم افغانستان تا چند روز دیگر بزرگترین رخداد تاریخی را انتظار دارند که سپری کنند. این رخداد از هر حیث بر زندگی افغانها تاثیر مستقیم دارد. بنابراین انتظار می رفت که دشمنان مردم افغانستان تلاش کنند تا مشروعیت این رخداد تاریخی را زیر سوال ببرند و دولت افغانستان و مردم آن را برای جهانیان ضعیف نشاندند. در اینجا مردم افغانستان از دولت به عنوان مرجع اوتوریته و تصمیم گیرنده و خصوص مرجع امنیتی انتظار دارند پلانهای دشمن را در نطفه خونسار سازند. متاسفانه برعکس دولت بسیار ضعیف عمل میکنند و این امر باعث میشه که دشمنان آمده و در نزدیکترین منطقه ارگ ریاست جمهوری کشتار راه میاندازند و این امر منجر میشه که در ذهن مردم سوال های ایجاد شده که نکنه که دولت افغانستان نمیخواهد که نظام آینده از مشروعیت سیاسی و مشارکت مردمی برخوردار باشد. بنابراین این موضوع در ذهن مردم فکر میکنم چون این باستا بیافته که دولت فعلی خواستار این نیست که نظام آینده افغانستان وقتی تشکیل میشه یا انتخاباتی که برگزار میشه مشارکت مردمی و سراسری بودن انتخابات به شکل درست باشه. بنابراین مرسی، ممنونم ازت، متشکرم. با سوسن از هرات من خدافظی بکنم، جاش رو بدم به فرید از کابل. فرید، خیلی زمان کم، آخر برنامه است، تو بگو که دولت چه باید بکنه، وظیفه‌اش چیه برای بالا بردن امنیت انتخابات در افغانستان؟ به نام خدا بفرمایید. به نام خدا، من متأکد به این هستم که اگر فکر میکنم صدا با تأخیر میره میاد، مشکل فنی داریم با فرید از کابل. اجازه بدید خدافظی کنم با محمد جمعه از هلمند، همینطور بریم سراغ سنم ببینیم چی آماده کرده برای آخر برنامه. چند تا پیام سریع بخونم. جواد گفته که بیشک طالبان دشمن مردم افغانستانن و از هر طریق کوشش میکنن پروسه انتخابات رو برهم بزنن، ولی مردم گذشته طالبان رو به خاطر دارن و در هر صورت در انتخابات شرکت میکنن. در توییتر ما رضا گفته امنیت فقط روز انتخابات کافی نیست، بعد یه ماه قبل تدابیر شدید امنیتی گرفته میشد که مهاجمان نتونن آمادگی برای حمله بگیرن. و از نظرات دیگه بخونم. نوید گفته ادبیاتی که در قبال طالبان استفاده میشه باید تغییر کنه، طالبان نباید من حیث یک جنبش مشروع بلکه باید به عنوان جنایتکاران حرفه‌ای تعریف بشن. و روح الله گفته من بیشتر از اینکه نگران امنیت انتخابات باشم، نگران صحت برگزاری انتخابات و عدم تقلب در اون هستم. بصیر گفته فعلا همه چیز نگران کننده میره به نظر میرسه، با وخامت اوضاع پیش از انتخابات قطعا این روند بر برگزاری انتخابات تاثیر داره. و حاجی گل درویش گفته دولت با تمام قوا برای تامین امنیت انتخابات آماده است، حملات تروریستی به هیچ وجه مانع شرکت مردم در انتخابات 93 نخواهد شد. اما در پایان برنامه فقط میخواستم بگم که تو این روزهایی که ما ویژه برنامه داریم راجع به انتخابات افغانستان، از شما میخوایم که اگر که دوربینی دارید، موبایلتون دوربین داره، از حال هوای شهرتون در مورد انتخابات تصویر بگیرید، برای ما عکس بگیرین، فیلم بگیرین، اگر تبلیغات انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی، و همچنین میتونید از خودتون فیلم بگیرین 30 ثانیه. اگر که جلوی وب، اگه کامپیوتر دارید، کامپیوترتون وب کم داره، دوربین رو به شکل افقی جلوش بشینید، 30 ثانیه بگید که رئیس جمهور آینده افغانستان چه انتظاری دارید. این فراخوان رو ما در سایت بی بی سی فارسی گذاشتیم، میتونید برید اونجا، توضیحات بیشتر راجع به این فراخوان هست. فایلتون رو یا اونجا آپلود کنید یا اینکه به شما bbc.co.uk ایمیل بزنید. پس دو تا چیز، یا از حال و هوای شهرتون، انتخاباتی شهرتون عکس یا فیلم بگیرید، یا از خودتون 30 ثانیه فیلم بگیرید و خواسته هاتون رو از رئیس جمهور آینده افغانستان برای ما ضبط کنید و بفرستید. ازتون خدافظی میکنم، بریم پیش مریم. ممنون سنم از تو و از همه شما بیننده های عزیز. این برنامه هم تموم شد، اما در ادامه برنامه های ویژه انتخابات نوبت شما فردا میخوایم به برنامه های فرهنگی و آموزشی نامزدهای ریاست جمهوری بپردازیم. توی برنامه فردای ما هم شرکت کنین و از اولویت های آموزشی و فرهنگی خودتون و اینکه از رئیس جمهور آینده چه انتظاری در این زمینه ها دارین بگین. تا فردا که بازم نوبت شماست، شب و روزتون خوش.